سلام خدمت همه دانش آموزان عزیز مقطع هشتم دبیرستان یاسین. اول از همه چند تا نکته رو بگم در مورد این جلسه و در واقع روش کار ما در ادامه. با توجه به اینکه شما در واقع کلاس ها رو به صورت ویدیو میبینید، یک مقدار در واقع کار شما به نسبت گذشته تا حدودی میشه گفت خب سخت‌تر شده، از این بابت که اگر قسمتی هستش از مباحث درسی که شاید سر کلاس که تو ویدیو هست اونچنان واضح مطرح نشده باشه، شما خب براتون سوال ایجاد میشه و خیلی از شما هستین که گاهن مثلا در واقع مثلا میشه گفت تا حدودی پشت پوش میندازین، یا مثلا بعضی وقتا ممکنه مثلا بگید خجالت میکشن یا زمان مناسبی نیست. ببینید تمام این در واقع مطالب رو فراموش کنید، هر ساعتی باشه حتی دیر وقت باشه، به هر حال من مثلا اگر اون تایم نتونم ببینم یا حتی اگر خواب باشم مثلا تا فرداش نهایت تا فردا صبح جواب میدم. خب یعنی هر سوالی که براتون ایجاد شد حتما سعی کنید که همون موقع اگر در طول روز باشه که نهایتا تا یک ساعت دو ساعت درش جواب میدن، توی تلگرام یا حتی توی واتساپ اگر بروسید قطعا سعی تا جواب میدن. شماره بنده هم که اکثر دوستان دارید، اگر هم کسی هست شماره من نداره میتونه از در واقع مسئولین مدرسه یا دوستاش بید. خب درس امروز ما ادامه فصل 14 علوم هشتم هست که مبحث در واقع فصل نور و باستان بود. مبحث که امروز شروع میکنیم مبحث آینه ها هست که ادامه در واقع همون فصل 14. ما در واقع این مطالب رو جزوش رو کامل در اختیارتون قرار میدم و شما قبل از در واقع تماشای ویدیوها حتما از داخل اپلیکیشن جزوه رو به صورت پی دی اف دانلود کنید و یه پیش مطالعه داشته باشید و وارد در واقع ویدیوی درسی بشید. یه نکته هم بگم، انشالله هفته آینده ما از مباحث فصل 14 هم تا جایی که دست داده میشه توی این جلسه یک آزمونی هم از شما گرفته میشه که من در واقع سوالات رو در اختیارتون قرار میدم و شما پاسخش رو برای من میدید. خب درس رو شروع میکنیم. من پس آینه ها، کلمه آینه خب ما باش آشنایی داریم، همه شما در واقع از آینه رحمن استفاده کردید و کاربردهای زیادی هم داره، اما آینه‌ای که ما غالبا باهاش آشنا هستیم آینه هستش که همین که مثلا خودمون رو داخلش می‌بینیم توی خونه داریم، یا آینه مثلا روشویی یا هر جای دیگه که داخل خونه هستیم بیشتر با این آینه ما سر کار داریم و در واقع میشه گفت که همه این آینه ها آینه تخت هستن که ما امروز در واقع معرفی می‌کنیم آینه تخت به چه ترتیب عمل کردش. اما آینه های دیگه هم هستن که در زندگی ما خب نقش زیادی دارن که توی دو دسته آینه های مقعر و آینه محدب قرار میگیرن. کاربرد هاش مثلا داخل دندان پزشکی هست، اون در واقع آینه کوچیکی که دندان پزشک باش در واقع دندان شما میبینه جزو آینه های کلمبی هست، یا در واقع آینه‌ای که توی کوره‌های در واقع خورشیدی هست و مثال‌های خیلی زیادی هست، حتی آینه‌های بغل خودرو، همه اینها مثال‌هایی هست از آینه‌های کوره‌ای که توی دو دسته آینه‌های مقعر و آینه‌های محدب هست. قبل از اینکه ما این قسمت رو شروع کنیم یه یادآوری می‌کنم از قوانین باستا. توی این فصل گفتیم قانون باستاب نور، گفتیم از هر سطحی، نگفتم سطح صیقلی یا سطح در واقع ناصاف یا غیر صیقلی، از هر سطحی به این ترتیب هست که یک پرتو نور تابیده میشه و یک پرتو هم
در واقع بازتاب میشه. به پرتوی که تابیده میشه میگیم پرتوی تابش، به پرتوی هم که بازتاب میشه میگیم پرتوی بازتاب. این وسط جایی که پرتوی تابش رفته ای که برخورد میکنه رو ما گفتیم که یک خدشینی عمود میکنیم، به این میگیم خط عمود. خط عمود دلیل این که رسم میشه برای این هستش که ما میدونیم زاویه‌ای که تابیده میشه نور با زاویه‌ای که بازتاب میشه نور از سر، این زاویه برابر هستن. خب به خاطر همین ما این خط عمود رو وسطش میزنیم که این برابر بودن رو بتونیم به شیوه درستری رسمش کنیم. و زاویه تابش زاویه‌ای هستش که پرتو تابش با خط عمود تشکیل میده، اینو میگیم زاویه تابش. زاویه بازتاب هم زاویه‌ای هستش که پرتو بازتاب با خط عمود تشکیل میده. این دو زاویه در هر سطحی با هم برابرن، حتی سطح دیوار، حتی سطح آسفالت، حتی سطح آینه، یعنی در تمام در واقع اجسام که بازتاب ازشون صورت میگیره برابر. شما میدونید که از در واقع سه دسته از اجسام بازتاب صورت میگیره. گفتیم که اجسام چهار دستن در حالت کلی، یا شفافن، یا نیمه شفاف، یا کده، یا صیقلی. اجسام شفاف که نور رو گفتیم کامل عبور میدن، یعنی اصلا بازتابی داخلشون صورت نمیگیره و هست میشن، میمونن اجسام نیمه شفاف، کده و صیقلی. از هر سه تا دسته این اجسام بازتاب صورت میگیره، اما اجسام کده بازتابشون ضعیف‌تره، یعنی درصد کمتری از پرتو رو بازتاب میکنن و بخش زیادش رو جذب میکنن. اجسام صیقلی کامل همه رو بازتاب میکنن، حالا کامل میگیم منظور 100 درصد مطلق نیست، ولی درصد خیلی زیادی رو بازتاب میکنن. و اجسام نیمه شفاف هم بخشی رو عبور میدن و بخشی رو بازتاب میکنن. ما بحثمون از اینجا به بعد وارد آینه ها میشه. آینه ها در واقع جزء اجسام صیقلی هستن، یعنی توی اون دسته‌بندی که ما داشتیم آینه ها جزء اجسام صیقلی قرار میگیرن. من اینجا یادداشت میکنم که توی کارم داشته باشه. خب اول آینه ای که میخوایم معرفی بکنیم آینه تخت هست. آینه تخت در واقع یک شیشه صافی هست که پشتش رو با اکسید جیوه در واقع پوشوندن و این اکسید جیوه به صورت مایع هست ابتدا و بعدش در واقع این اکسید وقتی که تو دمای محیط قرار میگیره به شکل جامد در میاد و یک لایه نازک از پشت اون شیشه رو میپوشونه. و این ویژگی که داره اینه که میتونه در واقع نور بازتاب کنه. خب آینه تخت به این شکلش رو میتونید رسم کنید، یعنی یک مثلا خطی که من کشیدم خط صاف شیشه است. این خط چینایی که پشتش میزنم توضیح میدم الان که بدونید در واقع وضعیت چقراره. این خدشینای پشتش همون اکسید جیوه هستش که سطح رو پوشونده. آینه تخت سطح صاف داره، ویژگیش اینه که سطحش کاملا صافه و نوری که نوری که تابیده میشه به سطحش رو بازتاب میکنه و زاویه تابش و بازتاب هم برابره. مثل همون مثالایی که قبلا حل کردیم، اینا همه ویژگی‌های آینه تخت. آینه کروی دو دسته است، یا مقعر یا محدب. خب اسم کروی به چه دلیله؟ چرا ما اسم کروی اصلا به کار میبریم؟ به خاطر اینکه این آینه ها بخشی از یک کره هستن. خب فرض کنید یک کره شیشه‌ای داریم، شیشه‌ای یعنی نور از هر طرفش عبور میکنه. این کره شیشه‌ای رو ما بخشش رو برش میدیم، خب به این شکل مثلا، یعنی اگه شما یک کره داشته باشید کاملا به شکلی داره، بخشش رو شما برش بدید، مثلا این قسمتش رو برش بدید. پشت این رو، یعنی یه بار میتونید داخلش رو
اکسید جیوه بزنید، یه بارم میتونید بیرونش رو اکسید جیوه بزنید. این مثلا اگه داخلش رو بزنید این میشه بیرونش. هر کدوم این کارها رو که انجام بدید به یک آینه می‌رسید. خب اگر من بیرونش رو اکسید جیوه بزنم، یعنی داخلش شیشه، همون شیشه‌ای که بازتا میکنه، بیرونش هم که کاملا پشتش از اون بار کده. خب یعنی شما اگر از این سمت نگاه کنید یک جسم صیقلی بازتاب دهنده نوره، از این سمت یک جسم کاملا کده، نور رو اصلا عبور نمیده. ویژگی آینه همینه دیگه. این هم سمت داخلش رو جیوه اندود کردن و بیرونش شیشه ای و نور بازتاب میده. خب اگر من این آینه سطح داخلیش یعنی درونیش بازتاب دهنده نور باشه، اسم این آینه آینه مقعره. اسمای دیگه ای که براش به کار میده آینه کاو یا فرو رفته است. خب آینه فرو رفته کاو یعنی این که این اسما رو اگر همش رو به خاطرتون بسپرید خوبه، چون که تو سوالات مختلف با اسمای متفاوت ممکنه به کار برده بشه. این سمت داخلی گفتیم که بازتاب دهنده این نوره. خب اسم فرو رفته به این دلیله که اون قسمتی که داره بازتاب میده و حالت فرو رفتگی داره، بس با خاطر اینه که بهش میگیم آینه مقعر فرو رفته. قسمت درونیش صیقلیه و بازتاب دهنده این نوره، اون سمت از اون سمت چه جسم کده. خب آینه محدب قسمت بیرونیش بازتاب دهنده این نوره، یعنی شما اون کره‌ای که بوده داخلش رو جیوه اندود کردیم و بیرونش بازتاب دهنده است، میشه آینه محدب و قسمت بیرونش بازتاب دهنده. این تا اینجا در مورد معرفی آینه ها. اما من این قسمت ها رو باز میکنم که مطلب جدید رو اضافه کنم. تا اینجا ما فقط بس معرفی آینه ها رو داشتیم. در ادامه این مطلب نکته‌ای که باید گفته بشه اینه، تصاویری که وجود دارن، تصاویری که ما داخل در واقع آینه ها می‌بینیم، یعنی شما وقتی جلوی آینه می‌مونید و تصویر خودتون رو می‌بینید، این تصویر داخل آینه تشکیل شده. خب واضح‌تر می‌خوام بگم، ببینید تمامی تصاویری که شما تا الان در واقع دیدید توی آینه، تصاویری هستش که در واقعیت وجود نداره. خب واقعیت در واقع جایی هستش، محیط بیرونه. چیزی که داخل آینه دیده میشه واقعیت نداره. ما اسم چیزی که چون واقعیت نداره بهش میگیم مجازی. خب چرا؟ پس یه بار دیگه میگم، علت اسم مجازی این هستش که تصویر داخل آینه است، تو محیط بیرون ما نیست. هر چیزی که تو محیط بیرونی ما باشه حقیقیه و هر چیزی هم که داخل آینه باشه میشه مجازی. خب علت این که اصلا تصویرش مجازی میشه رو جلوتر کامل توضیح میدیم، فقط اینجا تعریف مجازی و حقیقی رو میتونه میشه. خب اما گفتیم که در مقابل مجازی حقیقی قرار داره. حقیقی یعنی این که این تصویرش در محیط بیرونی ما تشکیل میشه. خب الان ممکنه مثلا براتون سوال باشه که آقا مگه اصلا تصویری هم داریم که در محیط بیرون، تصاویر همش داخل آینه هم. در حالتهایی دقت کنید، در حالتهایی از آینه مقعر یا فرو رفته تصاویر ما بیرون تشکیل میشه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه داخل آینه شما هیچ چیزی نمیبینید. اگه جلوی آینه باشید داخل آینه، مثلا شما برفرض این تخت پاکن یا این ماژیک رو داشتید جلوی آینه موقع، داخل آینه چیزی دیده نمیشه. خب یا مثلا از بهترین مثال شمعه، یه شمع روشن رو شما میذارید جلوی آینه موقع، خب داخلش چیزی دیده نمیشه. اما شما یه پرده ای که روشن باشه، یعنی مثلا تقریبا سفید باشه رو اگه توی یک فاصله مشخصی از آینه قرار بدید، بیرون آینه قرار بدید، شما تصویرش رو، شمع رو میبینید و این خیلی جالبه.
این رو توی آزمایشگاه با وسایل کاملا میشه انجام داد و نتایجش رو دید. شما تو خونه هم میتونید این کار رو انجام بدید. اگر یک آینه مقعر داشته باشید، یعنی آینه که فرو رفته باشه، میتونید یه شعله شمع رو جلوش قرار بدید و تصویر رو بیرونش ببرید. مثلا شکلش رو بخوام بگیشم به این ترتیب، این پس به آینه مقعره خب، و شما اینجا مثلا یک شمع قرار بدید، این شمع هم روشن. خب اگر شما داخل آینه نگاه کنید هیچ چیزی دیده نمیشه، اما اگر یک فرض کنید که پرده مثلا اینجا قرار بدید، خب شما روی این پرده تصویر این شعله شمع رو در واقع می‌بینید. یعنی روی این پرده تصویر شعله شمع به شکل یه منطقه نورانی می‌افته، به شکل یک منطقه نورانی دقیقاً تصویرشه. ببینید اگر مثلا بشه که چند تا نقطه نورانی دو، شما میگه خب باستاب نوره دیگه، نور باستاب کرده ماده، اما دقیقا شما شکل اون شم رو، شکل شعله رو کاملا میبینید و یک تصویر در واقع حقیقی هست، چون این تصویر بیرون تشکیل شده. پس این رو در واقع پرده هست و این هم یک تصویر حقیقیه. بیرون آنه. اما مثلا اگر جلوی آینه تخت قرار میگیره همین شم، اگر شما این شم رو اینجا قرار میدادید، تصویرش این داخل آینه، یعنی پشت آینه تشکیل میشد و این یه تصویر در واقع مجازی هست، چون داخل هست. خب از این در مورد تعریف تصویر مجازی و حقیقی. اما یه نکته رو دقت کنیم، تصاویر مجازی و حقیقی یه تفاوت عمده با هم داره. ما میدونیم اگر جلوی آینه، همین آینه تخت بمونیم، در واقع شکلمون کاملا به شکل خودمونه و همقدر خودمونه، و اگر مثلا شما صورتت که بالای بدنته، تصویر هم صورت دقیقا بالای بدنته و اصلا اینطوری نیست که صورت رو پایین نشون بده، اما تو آینه مقعر تصویر حقیقی برعکس میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر شعله شمع، حالا اصلا من مثلثی میکشم که کامل واضح باشه، اگر شعله شمع به این ترتیب داره، یک مثلثی که قاعدش پایینه و در واقع این ضلع آشوری در طبق قاعده مثلث پایین باشه، تصویری که توی روی پرده تشکیل میشه کاملا برعکس اینه. یعنی حالا من چون اینجا دو بعدیه نمیتونم آشکار نشون بدم، این تصویری که مثلا فرض کنیم اینجا پرده هست به این شکل تشکیل میشه، یعنی مثلث دقیقاً برعکس میشه و خود شمع هم اصلا تصویرش برعکس میشه، یعنی شمع رو به صورت وارونه کاملا نشون میده. این ویژگی تصویر حقیقیه. پس هر تصویری که شما دیدید که آقا سرتای جسم عوض نشده، اون تصویر مجازیه، و اگر دیدید که تصویر وارونه شده، یعنی سرتایش کاملا برعکس شده، اون تصویر رو بهش میگیم تصویر حقیقی. تصویر حقیقی بیرون آینه هست، یعنی در فضایی که ما زندگی میکنیم. تصویر مجازی داخل آینه است، یعنی جایی که وجود حقیقی نداره و یه جای مجازی. خب این هم در مورد انواع تصویر. الان از اینجا به بعد ما میخوایم تک تک آینه ها رو که اسمشون رو گفتیم با هم بررسی کنیم. اول این آینه که ما اسمشون گفتیم که آینه تخت هستش. آینه تخت از یک شیشه کاملا صاف ساخته شده که پشت این شیشه اکسید جیوه زر شده و این سطحش صیقلی هست. خب یه
مسئله رو ما میخوایم الان اینجا با هم بررسی کنیم که تصویر در آینه تخت چه ویژگی هایی داره. همه ما این تصویر رو بارها دیدیم، یعنی تصویر خودمون رو دیدیم و ویژگی هاش رو میدونیم، ولی میخوایم دقیقتر ببینیم که این ویژگی هایی که میبینیم تصویر آینه تخت داره چی؟ ویژگی ها به این ترتیب هستن که ما اینا رو الان تک تک بررسی میکنیم. ویژگی اول، تصویری که داخل آینه هست کاملا هم اندازه و شبیه جسمه. یعنی چی؟ یعنی که آقا شما وقتی جلوی آینه میمونید اگر رنگتون مثلا 1.50 هست، تصویری هم که اونجا میبینید کاملا ارتفاعش 1.50ه، ابعادش هم همونه. یعنی اگه مثلا شما چاقید، شما رو دقیقا چاق نشون میده و همون اندازه لاغری هم لاغر نشون میده، ابعادش کاملا هم اندازه خودتون هست. و پس ویژگی اول اینه که هم اندازه و هم شکل با جسم. خب ببینید وقتی میگیم هم اندازه هم شکل بدیست، شما الان میگید که خب اینا رو که مثلا ما میدونیم که داخل آینه ما هم اندازه هم شکل میدیم، اما به خاطر این گفته میشه که آینه‌های کلندی که در ادامه میخواییم بگیم این ویژگی‌ها رو ندارن، یعنی تفاوت داره با آینه تخت. ویژگی دومی که داره، تصویر مجازیه. مجازی گفتیم یعنی داخل آینه است. ویژگی تصویر مجازی چی بود؟ این بود که مستقیم بود، یعنی گفتیم که سر و ته نمیشه شکل، خب پس و مستقیمه. پس همیشه هر دو واژه مجازی رو دیدید در کنارش مستقیم هم قرار میگیره. تصاویر مجازی که داخل آینه هم همیشه مستقیمه. خب ویژگی سوم اینه که فاصله جسم تا آینه با فاصله تصویر تا آینه برابر است. آقا این ویژگی هم اینو میگه که اگه شما 2 متر تا آینه فاصله دارید، تصویری هم که داخل آینه میبینید 2 متر با آینه یا فاصله داره. درسته که تصویر مجازی و داخل آینه است، ولی این فاصله همون 2 متر. اگه شما با آینه بچسبید 10 سانتی متر اصلا فاصله داشته باشید، اون تصویر هم کاملا می‌بینید با آینه چسبیده است و خیلی نزدیک. خب این پس ویژگی سومه. در ویژگی چهارم، این 4 تا ویژگی برای آینه تخت گفته میشه. تصویر ما وارد جانبیه. اصطلاح وارون جانبی اصلا یعنی چی؟ آقا اصطلاح وارون جانبی معنیش اینه، هر بار اگر تعریفی هم ازتون خواستیم توی امتحان سوالات اینطوری میگی، اگر شما دست چپ رو بلند کنیم تصویر داخل آینه دست راستش رو بلند کنیم، یعنی وارون جانبی. یعنی در واقع این جسم رو انگار برگردونده قرار داده داخل آینه. توجه میشه؟ یعنی که اینگار اصلا 180 درجه جسم چرخیده، حالا داخل آینه قرار گرفته. وارد جانبی، یه بار دیگه میگم، من دست چپ رو بلند میکنم، کار رو خواهمت رو حتما دیدید دیگه تا حالا این کار رو انجام بده. اگر دست چپتون رو داخل آینه بلند کنید، میبینید که همین سمت چپتون در تصویر دستش بلند شده. خب این تصویر، این در واقع دست راست اون فرد داخل آینه است که خودتون، این دست راست فرد داخل آینه است. بچه‌ها اینو اشتباه نکنید، میگه خب اونم دست چپشه دیگه، مشخص سمت چپ، نه میشه سمت راست، دست راست فرد داخل آینه است. خب پس تعریفش هم به این ترتیبه، اگر دست چپ خود را بلند کنیم داخل آینه دست
راست ما بالا می رود. این هم در واقع پروژه بران جان. خب یه نکته رو بخوام بگم اینجا. اول من شکل تصویرم برقی بشتم. ببینید سوالی که از آینه تقریب گفته میشه، اول از همه شما این ویژگی ها رو که همه رو کاملا میدونید، ویژگی ها رو میدید و شکل تصویر هم شما باید بتونید که بکشید. خب من آینه رو میخوام این برتر بکشم که بتونید فاصله بهتری رو بررسی کنید. گفتیم که برای کشیدن آینه اول یک خط صاف بشه، همون شیشه آینه هست، یه سمت هر سمت دلخواه، مثلا همین این سمتش رو میتونید، سمت راست رو اون سمتیه که در واقع پوشونده شده و این سمت بازتاب کننده میتونید. شما یه جسم رو در فاصله مشخصی از این آینه قرار میدید، مثلا فرض کنید که یه مدال هست. خب یک مدال هستش که بشه واسه این میگم مدال، مثلا میتونستم این مستطیل باشه، ولی شما اون دوره بتونید تشخیص بدید که این تصویر اگه صاف هست مثلا ویژگی هاش همین هایی که گفتید، یعنی سر و تن نشده، کاملا همونه، مدال هست بالاش هم مثلا آفی. خب دقت کنید برای اینکه پرتوهای نوری که تابیده بشه به این مدار، این پرتوهای نور گفتیم که باستاب میشه، گفتیم که مثلا 20% خوب به اینجا دقت کنید، 20% این پرتوها باستاب میشه. هر جسمی حتی این مدار از بی نهایت نقطه تشکیل شده، خوب به واژه ها دقت کنید، از بی نهایت نقطه تشکیل شده، به تک تک این نقطه ها پرتوهای تابیده میشن و موقعی بازتاب انگار هر نقطه مداد یک چشمه نور نقطه‌ایه. هر نقطه مداد انگار یک چشمه نور نقطه‌ایه. مثلا من میخوام تصویر این نقطه بالا رو پیدا کنم، انگار یک چشمه نور نقطه‌ایه. میخوام تصویر این نقطه پایین رو پیدا کنم، یک چشمه نور نقطه‌ایه. ویژگی چشمه نور نقطه‌ای این بود که پرتوهای نور به صورت واگرا ازش خارج می‌شدن. یادآوری میکنم چشمه نور نقطه‌ای پرتوهای نور به صورت واگرا ازش خارج میشدن. خب این پرتوهای نور رو از هر نقطه شکل شما بخواید دو تا رو انتخاب میکنید و این پرتوها رو در واقع به صورت واگرا رسم میکنید. خب پس مثلا من اول برای اینکه اون محدوده جسم شما واسه چه بهترین کار اینه که شما یه نقطه از بالا انتخاب کنید، یه نقطه هم از پایین. خب این پایینش هم محدود می‌کنه برای اینکه رستم اشتباهی پیش نره. خب پس گفتم دو تا پرتوی نور به صورت واگرا، خب قرمز بکشم، مثلا یه پرتوی نور اینجا واگرا، یه پرتوی نور هم اینجا. خب میدونیم که بازتاب پرتوهای واگرا از سطح صاف اونها هم واگرا. خب باز یه یادآوری از قسمت‌های قبلی، اگه دو تا پرتوی نور به صورت واگرا برخورد کنن به سطح، مثلا اینطوری باستابشون رو بخواییم رسم کنیم، گفتیم اول خط عمود میکشید، برای این خط عمود این هم برگردم. خب این هم میشه مثلا باستابش که زاویه ها آی و آر گفتیم با هم برابرن. خب این باستابش به این ترتیب رسم میشه. خب آقا پرتوهای باستاب پرتوهای آبی هم دارن از هم دور میشن، پس واگران. اما پرتوهای واگران وقتی به چشم ما میرسه، پرتوهای واگرا وقتی که به چشم ما میرسن، خب چشم ما یه قابلیتی داره، یه قابلیت منحصر به فرد داره. مثلا این دوتا پرتوهای واگرا هست. خب حالا ابعاد شاید کامل دقیق نباشه، ولی به این شکل هستش. مثلا چشم شما توی این محدوده چشم شما قرار داره، مثلا چشمتون اینجا هست. خب
مثلا چشم شما اینجا برده پرتوهای واگن هم وقتی به این میرسن چشم ما این ویژگی رو داره میخواد ترکیب ماجرا رو در بیاره میخواد ببینم من انتهاش رو کجا میرسه کاری که میکنه چیه؟ میاد این دوتا پرتوهای واگن رو امتداد میده امتدادش میره داخل آینه خب میاد این دوتا پرتوهای واگن رو امتداد من این شکل بزرگ کشیدم که توی در واقع تصویر بهتر دیده بشه اما ابعاد به این شکل نیست بهتره که این پرتوهای واگن رو با زاویه کمتر کشیده بشه که در واقع به ابعاد چشم و مداد مقدار منطقی‌تر باشه ولی خب به همین شکل کاملا شما برلست کنید و بهتره که مثلا بزرگتر باشه خب چشم میاد این دو پرتوها رو امتداد میده آقا اینا واگران کجا میرسه من میخوام ببینم این دو تا کجا من برخورد میکنن میاد امتداد میده به این نقطه میرسه خب حالا این امتداد رو یه مقدار میگم چون داخل روی تابلو این امتداد میده به این نقطه میرسه یه بار دیگه این کار رو میایم برای این نقطه پایین به صورت چشمه نور نقطه در نظر میگیریم مثلا یه پرتو اینجا یه پرتو اینجا واگرا خب اینم باستابش حالا دیگه تک تک نمیام چیزا رو بکشم بهش یک بازتاب میشه و این امتداد میده باز میاد به این نقطه حالا این نقطه ها من یه نقطه میدن باید باشه اشکال هست بیدن این نقطه هم به اینجا است امتدادش یعنی دو تا پرتوی واگرا شما دست کرد این رو کار با خطکش اگر انجام میده چون رو تابلو نمیدونم خط با خطکش اگر دقیق انجام میده کامل شدتون دقیقه خب این نقطه پایین هم به این نقطه رسید خب الان اگر همه این نقاط رو ما دیگه همه این نقاط این کار انجام نمیدیم دو تا نقطه رو به اختیار این کار انجام میدیم خب این در واقع نقطه پایینش اینجا در واقع نقطه بالاش اینجا در واقع یعنی چی یعنی اینکه این مدار کاملا به همین شکل به آینه منتقل شده خب این مثلا همون مدار خب، ویژگی که داره چیه؟ اول از همه، هم اندازه همینه، یعنی اگر این طولش 10 سانتی‌متر باشه این هم 10 سانتی‌متر هم شکل با جسته، یعنی کاملا همون در واقع بدنش و نوکش کاملا هم شکل همینه تصویر مجازی داخل آینه است، بله، چون پرتوها امتداد داده شدن و به داخل آینه رسیدیم، این تصویر مجازی واقعی نیست تصویر مستقیمه یعنی که سرطن نشده رسطن نوک مداد همچنان بالاه و پایین قرار نگیره خب فاصله جست آینه با فاصله تصویر تا آینه برابره اگر این فاصلهش مثلا یک متر باشه تا اینجا اینم فاصلهش یک متره کاملا هم اندازه است خب و تصویر وارون جانبیه حالا وارون جانبیه توی مدادی که متقارنه نمیشه خوب تشخیص داد ولی اگه مثلا اینجا انسان بود و این تصویر وارون جانبی حتما باید مثلا تغییر توش داد یا تغییر حالا نگم مثلا یه سمتش قرمزه یه سمتش آبی خب شما میبینید آقا اون سمت چپش که قرمزه تو سمت راست تصویر داخل آینه قرار گرفته این همیشه وارون جانبی یعنی اگه مثلا اینجا این سمتش قرمز باشه و این سمت چپ قرمز سمت راست آبی و اینجا سمت راست تصویر قرمز از همین سمت چپ ببینید خب این ویژگی های آینه تلخ با دست شکلش که این رو کامل داخل جزء باشه هست شما این رو تمرین میکنید یه بار دستش رو من ویژگی هاش هم به همین ترتیب یاد بگیرید خب من اینو پاک میکنم اگر تصویری که کشیدم یک مقدار واضح نبود براتون حتی اگر سوال داشتید حتما سوال بپرسید از شکلی که داخل جزء براتون قرار داده شده استفاده کنید
من حالا ویدیوهایی که قبلا دیدم اینطوری بود که معمولا واضح بود شکلی که کشیده میشد، ولی چون این فصل خطوط زیاد داره، این وقت خطوط داخل هم میرن، تو تصویر شاید مقدار اونچنان خوب دیده نشه. خب پس یه تمرین اینجا گفته میشه، تمرین رو حتما خودتون انجام میدید. خب این تمرین این هست، تصویر یک مداد با توجه به نکات گفته شده داخل آینه تخت ترسیم کنید و ویژگی های تصویر را بیان کنید. این تمرین را حتما همتون انجام بدید، همه این تمرین را انجام بدن، چون یکی از سوالات رایجی که توی در واقع امتحان هم مطرح میشه. این تمرین را با ترجمه داشتم می‌نوشتم خوندم، این رو حتما بنویسید و انجام. پس ویژگی های تصویر مستقیم و تصویر در واقع وارونه رو گفتیم. خب اما میخوایم الان آینه های کاربی رو ابتدا معرفی کنیم. در جلسه آینده آینه های کاربی رو بیشتر و کاملتر بررسی میکنیم. خب گفتیم که آینه کاربی بخشی از یک کاره است. الان شکل آینه مقعر رو من رسم میکنم. خب گفتیم بخش از یک کره است. خب میبینیم آقا کره مثل دایره یه مرکز داره، یه نقطه داره که مرکزه. اگر مثلا حالا این بخش از یک دایره بزرگ باشه، خب این مرکز این دایره مثلا این نقطه هست. من یه خطی رو به صورت فرضی مرکزش این نقطه هست، مرکز دایره رو با سی نشون میدیم یا مخفف کلمه سنتر هست. خب یه خطی به این ترتیب از مرکز عبور میدیم و به وسط آینه میرسونیم. خب ببینید آینه ما الان این قسمت هست و قسمت پشتیش هم گفتیم که پوشونده شده. دقت کنید قسمت داخلی کره هستش که داره بازتاب رو انجام میده. اگر پرتوهایی به صورت موازی با این خط محور اصلی آینه، پس ببینید این قسمت های اضافی دیگه در واقع جزء آینه ما نیستن، اگر پرتوهایی به صورت موازی با این محور به آینه تابیده بشه، این پرتوها همه میاد از یک نقطه رو عبور میکنن، چیزی که توی آینه های خورشیدی در واقع کورهای خورشیدی هم به کار برده میشه. خب اینا اگه موازی تابیده بشن، پرتوها مثلا به این شکل موازی میشه. خب این پرتوها، چهار تا پرتوها که تابیده میشه، همه میاد از یک نقطه تقریبا توی وسط فاصله مرکز تا آینه. پس ببینید یه بار دیگه از اول این خطی کشیدم بهش میگیم محور اصلی. محور اصلی چی کجاست؟ محور اصلی وسط منحنی آینه است. خب الان شما مثلا این آینه رو به این شکل کشیدید، این وسطش رو یه خط به صورت افقی عبور میدید، این میشه محور آینه. این در مورد محور. خب اینا داده میشه معمولا توی شکل، ولی خب اگر خود تو خواسته از اول بکشید به این شکل میتونید رسم بدید. سی مرکز کره هستش که این در واقع بر دایره آینه بخشی از اون هست. خب این هم میشه سی، هم میشه مرکز در واقع آینه بشید. سی هم میشه پس چه مرکز آینه.
این پرتو ها اگر به صورت موازی تابیده بشن همه میان از یه نقطه عبور میکنن. این نقطه کجاست؟ این نقطه اینجاست. به این نقطه میگیم کانون. خب این نقطه اسمش کانون آینه هست و با F نشون داده میشه. پس کانون آینه یا F. کانون آینه به صورت دقیق نمیدم، به صورت تقریبی نداریم وسط فاصله مرکز تا آینه است. یعنی اگه مثلا فاصله مرکز 20 سانتی متر باشه تا آینه، کانون مثلا در فاصله 10 سانتی متر قرار میگیره. خب کانون رو هم به صورت عملا تجربی به دست میارن، اما شما به صورت ریاضی هم کاملا میتونید کار انجام بدید. شما این رو پرتوی که تابیده میشه، خط عمود رو رسم میکنید، ببینید آقا خط عمود از مرکز میگذره. اینو توی ریاضی خوندید. اگر هر شعاهای دایره رسمش تمامی شعاهای دایره بر نقطه‌ای که برخورد می‌کنن عمود هستن، این عمود بودن رو ما توی دایره چطور تشخیص میدیم؟ با خط مماس بر دایره. اینو توی ریاضی توی مقطع هشتم حتما خوندید. ببینید تمامی شعاهای دایره در نقطه تماس عمود هستن بر دایره. ببینید این نقطه عمود. خب پس شما میتونید خط عمود هم مثلا الان برای این پرتوی بالایی رو انجام میدن، خط عمود رو اینجا رسم میکنید، این خط عموده. خب این زاویه تابش، این هم زاویه بازتاب، هم اندازه با اون زاویه بازتاب میکشید، از این نقطه رو میکنید و این تمامی پرتوها به هم ترتیب میتونید انجام بدید. خب پس این برای کانون و مرکز آن. خب نکته که اینجا هست، فاصله یه طرف بگم به فاصله کانون تا آینه را بهش میگن فاصله کانونی. به این فاصله که با F کوچیک نشونش میدیم، F کوچیک میشه فاصله کانونی. از چند تا اسم اینجا هست باش آشنا شدیم. یک محور اصلی، محور اصلی وسط شکل آینه رو که کشیدید یه خط افقی رو بود میدید، میشه محور اصلی. با یه فاصله مثلا نسبی، حالا با همین شکلی که کشیدم، اگر اون دایره رو شما بیاد کامل رسم کنید، به صورت حدودی یه نقطه هم هستش میگیم مرکز آینه. وسط این فاصله مرکز آینه شما نقطه کانون آینه رو مشخص میکنید و فاصله کانون تا آینه رو بهش میگیم فاصله کانونی. با F کوچیک نشون میدیم کانون رو با F بزرگ، مرکز آینه هم با C. این ویژگی های هستش که آینه های کروی دارن. همین کار رو ما برای آینه محدب یا در واقع برآمده میتونیم انجام بدیم. این آینه مقعر بود، آینه مقعر بود. خب یک سوال من الان اینجا مطرح میکنم، کانون آینه و مرکز آینه در آینه مقعر اینها همه داخل آینه یا بیرون آینه؟ خب میبینیم که کاملا بیرون آینه. خب یعنی اینا همه داخل پشت آینه میشه این بر، یعنی اون سمت جیوه اندود که به صورت مجازی دیده میشه میشه پشت، همه بیرون آینه. پس تمامی اینها حقیقی هستن، یعنی در واقعیت هستن. اگر این سم بودن چون بردازید الان برای آینه محدب رو نگاه میکنید، آینه محدب اون سمت داخلشه که میشه مجازی. خب آینه محدب رو اگر رسم کنید، خب این باید قسمت داخلش گفتیم جیوه اندود بشه و قسمت بیرونیش بازتاب دهنده است. خب یه خط از وسطش رد میکنیم به همون شکل، این میشه محور اصلی باز. ببینید مرکز دایره همیشه قسمت داخل انحناء هست دیگه، قسمت بیرونش که نیست.
مرکز دایره یه نقطه هستش مثلا اینجا، وسط ما فاصله اینجا میشه F کانون، و این یه تیکه هم که گفتیم فاصله کانون تا آینه بود فاصله کانونی یا F کوچیک، فاصله کانونی یا با F کوچیک میشون. خب الان اینجا دقت کنید، مرکز آینه و کانون و فاصله کانونی اینها همه داخل آینه. ببینید پشت قسمت جیوه اندوده، پشت قسمت جیوه اندود در واقعیت گفتیم وجود نداره، این چیزی هستش که شما داخل آینه میبینید، پس اینا همه مجازی هستن. پس نکته چی شد؟ نکته اینه کانون و مرکز در آینه محدب مجازی. اینجا چی؟ کانون و مرکز در آینه موقعب حقیقی. این هم در مورد معرفه در مورد کانون و مرکز. خب یه ویژگی های هست که در رسم پرتوهای آخر نقطه امروز هست که ما میگیم در مورد ویژگی های رسم پرتوها برکنید. برای اینکه بتونیم تصویر در آینه های موقعب و محدب رو مثل آینه تخت به راحتی به دست بیاریم، باید بتونیم پرتوهایی رو رسم کنیم که ویژگی مشخص داشته باشن. سه تا ویژگی هست برای پرتوهایی که به آینه های در واقع به آینه موقعب خوابیده میشه وجود داره. خب این ویژگی ها هم با توجه به نکاتی که الان گفتیم کاملا مشخصه. رسم پرتوها در آینه موقعب. خب اول از همه اولین پرتوی که ویژگی خاص داره پرتو موازی پرتو تابش موازی با محور اصلی بازتابش از کانون می‌گذرد. یعنی اینکه اگر من یه خط موازی با پر... این رو الان گفتم دیگه، گفتیم اگر یه خط موازی با محور اصلی تابیده بشه بازتابش از کانون میگذره، این پرتو آر یا تابش، این هم پرتو آر یا بازتاب، پرتو بازتاب، پرتو تابش. خب یه ویژگی داره، نور از هر جایی که رفت و برگشت از جای برگشت میتونه بیاد از جای رفت بره، یعنی عکس هم کار میتونه انجام بده دیگه، چون هندسه است. وقتی شما اینو میگی تابش، اینو میگی بازتاب، حالا این میتونه تابش باشه، این میتونه بازتاب باشه. پس ویژگی دوم برای پرتوهای اینه پرتو تابش که از کانون می‌گذرد بازتابش موازی محور اصلی.
خب یعنی عکس همین، اگر من این رو پرتوی تابش در نظر بگیرم، اینی که از کال گذشته، خب این اگر پرتوی تابش باشه، این فلشش به این سمت باشه، بازتابش میتونه به این ترتیب باشه. پس این رو میگم پرتوی تابش، عکس همین رو در انجام دادم، اینو میگیم پرتوی بازتاب. پرتوی تابش از کانون گذاشته، بازتابش از بازتابش موازی محور اصلی اومده. این هم گفتیم محور اصلی بود دیگه، خطی که اینجا بود. خب اما سومین ویژگی پرتو و آخرین در واقع نکته این هستش که اگر پرتو از مرکز بگذرد، پرتو تابش از مرکز بگذرد، بازتابش خود همان پرتو است. این هم یعنی چی؟ یعنی این که اگر پرتو تابش مثلا از این مرکز از هر نوع سمتی که خواستید بخوره با آینه، بازتابش هم چه خودش، این هم آی هست، بازتابش هم دوباره خودش برمیگرده، آر هم میشه. یه بار دیگه اینجا میکشم شکلش رو ببینید، این آینه موقعب، محور اصلی، نقطه سی، نقطه اف، مرکز، قانون. اگه یه پرتو بیاد از مرکز بگذاره بخوره با آینه، بازتابش هم روی خودش برمیگرده. یعنی این پرتو هم آی هستن هم آ. اما علت چیه؟ علت اینه که یادتونه ما گفتیم مثلا پرتوی تابش، پرتوی بازتاب روی سطح صیقلی. خب سوال، ما اینطوری میگفتیم مثلا این میاد میخوره اینطوری هم برمیگرده. حالا اگه رو خط عمود بخوره چه اتفاقی میفته؟ اگه پرتوی تابش کاملا عمود باشه به سطح، خب مشخص زاویه تابش ما صفره، زاویه بازتاب هم صفره، یعنی این هم تابش میشه، بازتابش هم دوباره به خودش برمیگرده، یعنی پرتوی جدید اضافه نمیشه همون. خب نکته شو گفتیم، خطی که از مرکز میگذره یعنی شعاع دایره است، شعاع دایره و دایره عموده، شعاع دایره وقتی بر دایره عموده یعنی اینگار پرتوی تابش رو خط عمود اومده و بازتابش هم دوباره رو خودش میده. این ستا ویژگی هم حتما با توجه به جزئی که هست و شکلی که هست کامل یاد بگیرید و در ادامه ما تصاویر رو در آینه های موقعر و محدب بررسی میکنیم. رسم پرتوها در آینه موقعر، آخرین مطلب که درس دادیم بود. خب خسته نباشید برای جلسه امروز، انشاءالله در جلسه آینه گفتیم که شکل تصویر رو در آینه موقعر محدب بررسی میکنیم و این فصل رو به اتمام میرسونیم و برای هفته آینه حتما این فصل رو آزمون میگیریم. خسته نباشید.